بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. سید رضا هاشمیان هستم و با یکی دیگه از دوره های آموزش مجموعه فرادرس تحت عنوان آموزش راه اندازی سایت دو یا چند زبانه با استفاده از وردپرس در خدمت شما خواهم بود. تو این دوره آموزشی ما یاد میگیریم که چطور میتونیم بیایم و وبسایت وردپرسی خودمون رو به زبانهای مختلف ترجمه کنیم و این امکان رو در اختیار کاربرانمون قرار بدیم که بر اساس اون زبانی که دارن بیان و وبسایت ما رو ترجمه کنن و اون ترجمه موجود وبسایت ما به اون زبان رو مشاهده کنن. برای ترجمه وبسایت ما از افزونه استفاده میکنیم تحت عنوان WPML که این افزونه به ما این امکان رو میده تا بیایم و وبسایت وردپرس خودمون رو ترجمه کنیم. اگر بخواید افزونه رو دانلود کنید میتونید از طریق وبسایت wpml.org اقدام کنید که سایت WPML سایت رسمی این افزونه است و خب شما میتونید بیاید و لایسنس این افزونه رو از این قسمت تهیه کنید و خریداری کنید و روی سایتتون نصب کنید. خدمتتون عرض کنم برای اینکه بخوایم از افزونه WPML استفاده کنیم، اولین نکته که باید بهش توجه کنیم این هستش که باید قالبی که ما داریم ازش برای وبسایتمون استفاده میکنیم از افزونه WPML پشتیبانی کنه، که معمولاً قالب‌هایی که از افزونه WPML پشتیبانی میکنن داخل حالا توضیحاتشون ذکر میکنن که دارن از افزونه WPML پشتیبانی میکنن و شما میتونید WPML رو روی اونها نصب کنید. همینطور داخل خود سایت wpml.org داخل قسمت داکیومنشن ما گزینه رو داریم تحت عنوان Multilingual Ready Themes که داخل این گزینه من میتونم بیام و لیست کاملی از قالب هایی که از افزونه WPML پشتیبانی میکنن رو ببینم. همینطور اگر بخوام سرچ کنم مثلا بدونم که آیا قالب من داره از این افزونه پشتیبانی میکنه یا نه، اینجا میتونم اسمش رو درج کنم و روی گزینه سرچ کلیک کنم. همونطور که مشاهده میکنید اینجا داره نمایش میده و داخل این قسمت هم تایید میکنه که با افزونه WPML همخوانی داره و این تست رو هم خود تیم WPML انجام داده که اگر روش کلیک کنیم توضیحات کاملتری در مورد حالا قالب میبینیم و خدمتتون عرض کنم میتونیم لینک دانلودش که همون صفحه خریدش هست رو واردش بشیم. حالا بعضی از قالب ها رایگانن، لیست صفحه دانلودش رو میذاره، اما بعضی از قالب ها مثل همین قالب انفولد فروشی هستش و برای استفاده از اون باید اون رو خریداری کنیم. داخل قسمت فیچرز من میتونم بیام و توضیحات کاملتری در مورد خصوصیات و حالا این ابزارهایی که افزونه WPML در اختیار من قرار میده مشاهده کنم. همونطور که مشاهده میکنید اومده و کامل قابلیت ها رو ذکر کرده و توضیح داده و برای هر کدوم هم یه تصویری رو قرار داده تا بتونیم دقیق تر باهاش آشنا بشیم. من اومدم و افزونه WPML رو دانلود کردم و روی سیستمم هستش. از قسمت افزونه ها بخش افزودن بخش بارگذاری افزونه میام و فایل نصب افزونه رو انتخاب و روی اوپن کلیک میکنم و روی دکمه همکنون نصب کن کلیک میکنم تا شروع کنه به آپلود کردن و آماده سازی افزونه برای نصب. همونطور که مشاهده میکنید کار نصبش به اتمام رسید. من روی فعال کردن افزونه کلیک میکنم و افزونه فعال میشه. همونطور که مشاهده میکنید وقتی افزونه فعال شد اینجا هم یه گزینه رو به من نمایش میده. داخل این قسمت هم دکمه‌ای به من نمایش داده میشه تحت عنوان کانفیگور کردن و پیکربندی افزونه. روی دکمه کانفیگور کلیک میکنم. داخل این مرحله‌ای که هست من باید بیام و افزونه رو تنظیم کنم و خدمتتون عرض کنم اون پیکربندی که مد نظرم هست رو روش پیاده سازی کنم. الان توی مرحله اول زبان فعلی سایت خودم رو مشخص میکنم و میگم که الان سایت من با چه زبانی راه اندازی شده. اینجا از بین لیست زبان‌ها میتونید اون زبانی که مد نظرتون هست رو انتخاب کنید که حالا خودش اتومات دیتیت کرده، شناسایی کرده و فهمیده که من دارم از زبان فارسی استفاده میکنم. روی دکمه بعدی کلیک میکنم.
داخل این قسمت زبانهایی که میخوام بیام و وبسایت خودم رو به اونها ترجمه کنم انتخاب میکنم. توجه داشته باشید تیک هر زبانی رو که بزنید پرچم مربوط به اون زبان به کاربرای سایت شما نمایش داده میشه و کاربر وقتی روی اون پرچم کلیک کنه نسخه ترجمه شده سایت شما به اون زبان رو میتونه مشاهده کنه. یعنی اگر من بیام تیک ایتالیایی و حالا ژاپنی رو هم بزنم اینجا پرچم‌های ایتالیا و ژاپن هم اضافه میشن. فعلا من تیک زبان انگلیسی رو میزنم تا فقط زبان انگلیسی اضافه بشه. روی دکمه بعدی کلیک میکنم. داخل این قسمت میاد و مشخص میکنه که اون سویچر زبان، اون ابزاری که به من کمک میکنه تا زبان سایت خودم رو انتخاب کنم، مشخص کنم سایت به چه زبانی به کاربر نمایش داده بشه، اینجا تنظیم میکنم که توی چه حالتی نمایش داده بشه. داخل قسمت گزینه های سویچر زبان میام و مشاهده میکنم که الان چه زبانهایی در دسترس هستن، زبان فارسی و همینطور زبان انگلیسی. همطور که مشاهده میکنید من میتونم بیام و اینجا ترتیب اینها رو عوض کنم، یعنی اول زبان انگلیسی باشه و بعد زبان فارسی، یا نه اول زبان فارسی باشه و بعد زبان انگلیسی. بعد از اینکه مشخص کردم ترتیبشون به چه صورت هست میام و مشخص میکنم که زبانهای خارجی به چه صورت ترجمه بشن. منظور از این گزینه این هستش که اگر نوشته ترجمه نداشت اون گزینه مربوط به مشاهده اون نوشته به زبان دیگر رو مخفی کنه. یعنی اگر من نوشتم به زبان انگلیسی ترجمه نشده بود توی اون نوشته فقط زبان فارسی رو نشون میده و دیگه ابزار سویچر زبان رو به کاربر نشون نمیده که بیاد و روی حالا اون کلیک کنه تا نسخه انگلیسی یا حالا نسخه ترجمه شده اون نوشته رو مطالعه کنه. میتونم بیام این کار رو بکنم، یعنی با رد کردن زبان بگم که سویچر رو توی اون پست هایی که ترجمه نشدن و به زبان اصلی هستن نشون نده، یا نه بگم نشون بده اما وقتی کاربر اومد و روش کلیک کرد لینک بشه به صفحه اصلی. من میگم توی نوشته‌ای که ترجمه ندارن اون رو نشون نده. داخل قسمت منو لنگویج سویچر میتونم بیام و مشخص کنم که سویچر زبان فهرستم به چه صورت باشه. روی گزینه اد نیو کلیک میکنم. داخل این قسمت یه منو رو انتخاب میکنم. میگم داخل منویی که هست توجه داشته باشید منوها رو از قسمت نمایش و فهرست ها باید ایجاد کنیم. یعنی اگر من داخل قسمت نمایش فهرست ها بیام و یه منوی جدیدی ایجاد کنم، یه فهرست تازه ایجاد کنم، مثلا بزنم فهرست صفحه اصلی و ساخت فهرست رو بزنم، داخل این قسمت فهرست صفحه اصلی رو هم به من نشون میده. داخل این گزینه من کلن میتونم بیام تنظیم کنم که آیا داخل فهرستم گزینه مربوط به ترجمه باشه یا نه. یا میگم که تو فهرست تست این قابلیت وجود داشته باشه. موقعیتش به چه صورت باشه؟ میگم اولین آیتمی باشه که داخل فهرست نمایش داده میشه یا آخرین آیتمی باشه که داخل فهرست نمایش داده میشه. میتونم بگم اولیش باشه یا آخرش، بسته به اون چیزی که مد نظرتون هست. من میگم اولیش باشه. داخل قسمت استایل مشخص میکنم که استایلش به چه صورت باشه. استایلش حالت دراپ داون یا کشویی باشه، یعنی وقتی کاربر رفت به همین حالت باشه، یا نه لیست کنه گزینه ها رو اینطوری کنار هم نشون بده. اگه کاربر روی انگلیسی کلیک کرد نسخه انگلیسیشو ببینه، اگه روی فارسی کلیک کرد فارسی رو ببینه. و بعدی که این گزینه داره این هستش که طول زیادی رو از منو میگیره، پس من میگم که حالت دراپ داون باشه. داخل قسمت تنظیمات لنگویج سویچر توی این گزینه میتونم بیام و مشخص کنم که این چیزی که داره اینجا نمایش میده به چه صورت باشه. میگم اسم زبان باشه و زبانی که هست. ببینید ما الان اگر نام زبان رو هم تیکش رو بزنیم همونطور که مشاهده میکنید اسم اصلی اون زبان رو داخل پرانتز نشون میده. الان برای زبان فارسی و زبان انگلیسی اسم اصلی و همینطور اسم مادریش یکیه.
اما توی مثلا برخی زبان‌ها این حالت متفاوته. مثلا زبان هندی و خیلی تفاوت و گستره بیشتری داره و اونجا تفاوت‌ها خیلی بیشتر خواهد بود. میتونم اینجا مشخص کنم که به چه صورت باشه. میتونم مشخص کنم پرچم رو هم نشون بده یا تنظیم کنم که فقط پرچم باشه و دیگه نیازی نباشه که مثلا حالت دیگر رو نشون بده، فقط پرچم رو نشون بده، که توی این حالت همخوانی بیشتری داره اما برای کاربر مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ چون شاید کاربر نتونه پرچم یک کشور رو تشخیص بده. به خاطر همین توصیه میشه که گزینه لنگویج نیم این کارنت لنگویج رو تیکش رو بذارین تا زبان رو هم نشون بده اسمش رو. اگر کاربری پرچم رو نتونست بشناسه، حداقل با دیدن اسم خود اون زبان بتونه بیاد و روش کلیک کنه و زبان و سایت رو سویش کنه. داخل قسمت تم مشخص میکنیم که به چه صورت باشه. میگیم خاکستری باشه، سفید باشه، آبی باشه. اینجا هم پیش نمایشش رو میتونید مشاهده کنید. یا بگیم که هیچ حالتی نباشه روش. بسته به اون چیزی که مد نظرتون هست. مثلا اگر روی گزینه Clear All Colors بذارید، تمامی رنگ ها رو پاک میکنه و اینجا به صورت عادی نمایش داده میشه. میتونیم بیایم و با استفاده از گزینه هایی هم که وجود دارن، مثلا رنگ فونت، رنگ پس زمینه، رنگ مربوط به زبانهای دیگه و رنگ پس زمینه زبانهای دیگر رو تنظیم کنید. همونطور که مشاهده میکنید دو تا حالت داره. یه حالت برای حالت عادیش هست که چطوری نشون بده، یه حالت هم برای هاور هستش. هاور به این معنی هستش که من الان موس هم آوردم روش چه شکلی بشه، چه رنگی بشه. میتونید اینجا تنظیم کنید. حالا چون من نمیخوام زیاد تو تنظیماتش دست ببرم و همین تنظیمات مینیمال خودش و ساده خودش برام مناسبه، ذخیره میکنم. همونطور که مشاهده میکنید الان یه لنگویج سویچر داخل منوی من اضافه شده. من میتونم بیام و یه لنگویج سویچر هم داخل قسمت ابزارک های خودم اضافه کنم که مجدد مثل تنظیمات قبلی مشخص میکنم توی کدوم ستون کناری نمایش داده بشه. مثلا میگم توی سایدبار بلاک نمایش داده بشه.